مهمانای عزیز، بسیار خوش آمدن به محفل افتتاحیه اتحادیه. ما در اواخر میبینیم که شغل جدید فرزند فروشی رونق فراوان پیدا کرده و تعداد زیادی از مردم ما به این شغل روی آوردن. به همین خاطر ما به فکر ایجاد یک اتحادیه شدیم. در واقع هدف اصلی ما در اتحادیه کنترل نرخ‌هاست. ما دیدیم که نرخ و نواها در شهر بسیار متفاوته. مثلا شما دوست عزیز بفرمایید بالا، و شما دوست عزیز شما هم بفرمایید بالا. خب مثلا شما به چه خود به چند فروختن؟ من برار به 70,000 افغانی فروختم. و شما به چند فروختن؟ به 5,000 افغانی. خب ببینن هزار گرامی، یک فروخته به 70,000، یک فروخته به 5,000. خب این رقم که مشتری به بازار بیای گنس و گل میشه. ما باید که نرخار کنترل کنه. برور، بچه تا بچه فرق داره. چی فرق داره؟ بچه اصل و بدل داره برور. بچه ما جنسی و اصل بود، 2 سال هم زمانت داره. خب یعنی بچه شما بدل بود که به 5,000 دادیم؟ نه برور، ما لیلام کرده بودیم، گفتیم ارزونتر بدیم که زودی فروشات بشه. یکی هم متاسفانه نرخا به دستمون نبود، نفهمیدیم به چنده بدیم، کیلویی بدیم، دونگی بدیم یا مترونه بدیم. خب ببینین هزار گرامی مهمانای عزیز، اگر ما در شهر یک نرخ ثابت داشته باشیم این مشکلات پیش نمیای. خب شما میتونن بفرمایید. خب مهمانای عزیز، ما در همین ابتدا چند اجندا آماده کردیم که من به خدمت شما به خانش میگیرم. ماده اول، طبق قانون اتحادیه ما بچه فروخته شده پس گرفته نمی شود، حتی از شما دوست عزیز. ماده دوم، همانطور که در شهر جمع بازار و چهارشنبه بازار است، به خیر اتحادیه ما یک بچه بازار هم در سراسر کشور ایجاد می کند. ماده سوم، نرخ بچه از سوی مسئولین اتحادیه تعیین می‌گردد. کسانی که اضافه ستانی کنند پلم خواهند شد. همچنان با کسانی که بچه را زیر نرخ تعیین شده به فروش رسانده و بازار را خراب می‌کنند برخورد قانونی صورت می‌گیرد. ماده چهارم هنوز ننوشته. برادرها و خواهرها گرامی، من میگم ماده چهارم هنوز ننوشته، شما بازم هی چک چک میکنه. حجب مردمی هم والا. خب ماده پنجم، پدر مادران عزیز میتوانند که بچه های خود را به صورت قسطی هم به فروش برسانند. ماده ششم، پدر مادران فرزند فروش مکلف هستند تا 10% از قیمت فروش بچه های خود را مالیات بپردازند، مثل کردت موبایل. ماده هفتم، پدر مادران فرزند فروش مکلفند تا ماده هشتم جدی بگیرن. ماده هشتم، و من الله توفیق. خب مهمانای نهایت عزیز، ای بود قوانین اتحادیه فرزند فروشان کشور. یک بار دیگه افتتاح ای اتحادیه به شما و به کافه ملت با غیرت و با شهامت فرزند فروش کشور تبریک عرض میکنم. بخیر باشه. خب با شما یک نسخه ناشته میکنم. بخیر خوب باشه. فقط هم یک دقیقه دکتر سین، خیلی ببخشید، یک دقیقه صبر کنید. این چیه؟ یک دیسکای جدیدی دکتر سین، این یعنی دانشمندان کافیرهای پدرمادر تازه اختراع کردن. خیلی دیسکای جالبیه،
یعنی باور شما نمیشه که چی یک دستگاه عجیبیه. این دستگاه عجیبیه؟ بعد یا دکتر صاحب خیلی دستگاه عجیبیه. یک پرینتر اسمی پرینتر دکتر صاحب. ولی باور کن یک کارای عجیبی میکنه کیرون بمونی. خب پرینتر معمولا پرینت میکنه دیگه. بله دکتر صاحب دقیقاً درست حد زده. ما رو مسخره میکنی تو؟ نه دکتر صاحب خدا مر بکشه اگه شما رو مسخره کنم. خب پس چرا ایر بگذشه بر اون میزمه؟ دکتر صاحب امید دفعه پیش که من پیش شما آمدم شما برای نسخه دادید. باور کنید تمام امید دواخانه شهر بگشتم من نتونستم یک ایر پیدا کنم که او رو بخونه. خب وقتی که کل دواخانه های شهر بیسوادن مشکل همه چیه؟ بعد کل این دواخانه داره بیسواد شهر گفتن که این نسخه شما شفری نوشته کردین. گفتن باید بیارم از دواخانه خود شما بگیرم. نسخه شفری نوشته کردم؟ من هیچ وقت نسخه شفری نوشته نمیکنم. من فقط دستخطم کم شکسته. بله دکتر صاحب اون همون دستخط شکسته شما کمر منم بشکسته. 8000 افغانی پول نقصه میشد که دیگه جا همون دوار به 1000 میدیم. اینا همه تهمت محضه. من هیچ وقت انقدر بی وجدان نیام که بخوام نسخه شفری نوشته کنم. بله درسته 100%. و همون خاطر من دستگاه پرینتر بیاوردم که شما این دفعه لطف کنین بی زحمت این نسخه مرا روی کاغذ به من پرینت کنین. این رقم من دلجم تر میشم. باشه مشکل نداره پرینت میکنم. شما مردم همه رقم مردم گپتیار کنه هستن با آدم تهمت میزنن. باشه حالا من با تو تایپ میکنم پرینت میکنم که بفهمی هیچ ریگه به کف شما آدم نیه. خیر ببینین دکتر صاحب این رقم آدم دلجم میشه. بفرمایید این هم نسخه شما. خیر ببینین دکتر صاحب خدا شما رو خیر بدین. دکتر صاحب چیه؟ انشالله که دل شما جمع شد شفر مفر در کارمانیه. فقط دستخط لپتاپ ما هم کمی شکسته. آنه یم از پولیو ترانسفر کردم به حساب خلاص شد. پول چی؟ بچه یک شکار بگیر مامو دکم تو حیرون بمونی. شکار شنیدی؟ شکار کردم شکار. شکار؟ منظور تو چیه؟ بچه مردم میرن به کوه به دشت و به جنگل شکار میکنن. من از داخل فیسبوک همیت یک شکار بگیر مامو دکم به تاریخ ثبت بشه. خب حالا میگی چه کار کردی یا نه چی شکار کردی؟ بچه میگم به شرط قول بدی که حسودی نکنی که میگن جای حسود به ناف دوزخه. آه خب حالا میگی چی شکار کردی یا نه کشتی از بس گفتی شکار شکار شکار. سگ بچه اینجا به داخل فیسبوک یک نفر یک جمپر بگدیشته که بفروشه. بفهمیدی این جمپر از این جمپرهای اصل و دبل امریکاییه. بگو به چند روپیه؟ چند روپیه؟ به مفت روپیه بچه. این بگدیشته که به 2000 بفروشه. باور کن همین جمپر امال ببری به بازار 8000 قیمت داره. با به 8000 یک جمپره؟ بله بچه تو جمپر شناس نی. امال جمپری هم هست که باور کن 80000 قیمت داره. 8000 که چیزی نیه. باز میگن که این جمپر اونقدر گرمه اونقدر گرمه که انگار به داخل از کرسی انداخته باشی. ضد باد، ضد باران، ضد برف، ضد آفتاب، ضد مهتاب. حال چیزی هم کم ضد مرمیه. عجب. بله که عجب. بچه می جمپر از جمپرهای عادی نیه. میفهمی چی میگن؟ میگن که روسا این جمپرها رو به داخل سایبریا میپوشن که عرق کنن. حالا که تو ایر بخریدی؟ مازی بخریدم. شکار کرده بچه‌م شکار. بفهمیدی؟ همیدم به مردی که پیام دادم گفتم ازمه شد. باور کن این جمپر به دست من برسه از 5000 بالاتر میفروشم. مشتری هم دارم. عجب. تو سیل که بچم این دنیا چقدر پیشرفت کرده. قدیم باید میرفتم 8 تا بازار به 800 میگشتم تا یک جمپر بخو پیدا میکردم. حالا اینقدر پیشرفت کرده که بهم یک کلیک کردن فرت کده آنلاین خرید میکنی. قبول دارم. خرید آنلاین خیلی سهولت خوب شده والله. خرید آنلاین نگو بچم. بگو شکار، شکار آنلاین. بیام خرید آنلاین مر بیاوردی. آمادو آمادو. سلام علیکم خونه احمد شاجان امینه؟ بله برار احمد شاجان خود منم. خرید آنلاین مر آوردی؟ بله بفرمایید. خیر بینیم برار خدا شما رو خیر بدید. خواهش میکنم مبارک باشه. زنده باشه. فقط بی زحمت برار اگه اجازه باشه یک سیلی بکنم. مشکل نیه بفرمایید. دیگه میشه برار کو جمپر؟ داخلیونه درست سیل کنه شما. بفرمایید. این هم جمپر شما. مبارک باشه.
این چیه دیگه؟ جمپر شما دیگه، همون جمپر که آنلاین خرید کردی. برادر یکی خیلی نازکه. خیره برادرم، خیلی دبل باشه شما رو گرمی میزنه، به همین اندازه خوبه دیگه. ولی برادر یه حتی استین هم نداره. به خاطر خود تانه برو، اگه استین داشته باشه تو خود سر استین پوست خور پاک میکنی، جمپر تو چتل میشه. همون بیتر که استین نداره و جمپر تو پاک میمونه. بازم تبریک باشه برادر، انشالله که به خوبی و خوشی بپوشه. جناب شکارچی، این جمپر زده من میخوام پوش ببینم چه زخ خوشتیب میشی. السلام علیکم جلالت ماب استر جنرال سای. علیک السلام، کجا بخیر؟ به طرف خونه میروم استر جنرال سای. لیسانس؟ لیسانس؟ بله لیسانس خود بخیر. لیسانس خود خود؟ نه لیسانس همه خود. متاسفانه همه لیسانس نداره استر جنرال سای. صد بار به همی همه خود گفتم همه برو یک لیسانس به خود بگیر. گفت من لیسانس مهم چه کن؟ همه گفتم همه برو به خود لیسانس بگیر. گفت اصلا من مطار ندارم که بخوایم لیسانس بگیرم. از آخر لیسانس نگیرید که همیت تکر کرد با مرد رفت کار خود. بعد از اینکه مرد پیش خود گفتم دیدی همه دیدی گفتم لیسانس بگیر و لیسانس نگیرفتی تا آخر تکر کردی با مرد. ولی تو که گفتی مطار ندیشتی؟ نه خب مطار ندیش جناب استر جنرال سه پیاده بود که تکر کرد، مطار دیگه بود زد فوت کرد رفت فرد کار خود. اصلا میفهم جناب استر جنرال سه اونا خودیو بود، همیت بدون لیسانس رفته بود و تا پیاده رفت. من لیسانس همه تو نخواستم، لیسانس خود تو خواستم. لیسانس خوب بده. لیسانس همه آخه چیز است در جنرال سه؟ لیسانس همه چی به درد شما میخوره؟ شما مگه لیسانس خود شما گم کرده؟ آخه این لیسانس همه کس عکس داره، هر کس عکس رو ببینه میفهمه که این لیسانس خود شما نی از دیگه کسه، پس لیسانس همه به درد شما نمیخوره سای. لا حول ولا کاکا جان، گفتم لیسانس خود بده ببینم که لیسانس داری یا نه. بله که دارم استر جنرال سه، خوبی هم دارم. خب نشون بده دیگه. نشون بدم آخه چیزه نه دیگه نشون نمیده. یعنی چی که نشون نمیدی؟ آخر ریا میشه. چی میشه؟ ریا میشه استر جنرال سایب. اگه ما حالا بیام لیسانس خور به شما نشون بدم، شما حتمی پیش خود فکر میکنم که این آدم چه خزار آدم نادیده که اگه لیسانس داره بیا ورده لیسانس خور پیش ما تیم میده. نه دیگه کار درست نمیشه استر جنرال سایب. گفتم لیسانس خور بده. چرا خوشونت استر جنرال سایب؟ همین خوب لطف خوش هم میتونم بگم. خب یک ساعت میشه من به تو به لطف خوش میگم. اصلا از این گپا بگذارم استر جنرال سه، بیایم از خود خود قصه کنیم. چی گپایه؟ چرا به زن خود رخت نره میخره؟ چی میگی تو؟ چی ربطی داره؟ نه خب گپ از رو گپ برمیخزه بگم. لا اله الا الله، لسانس خور میگی همی تو فنکره میتو بلغ تو میکنم که از پشت گردن تو بیروشه. جناب استر جنرال سه، خب از اول به همین ملایمت رفتار که کادم بفهمه چی میگی. چشم باشه میگم سبب بفرمه. یکی جواب سیری متره. ببخشید. یکی کار تعرسیه. یکی کتابچه حساب بقالی سر کوچه شمانه. خیلی ببخشید. جناب، این کتاب جغرافیه صنف 11 است. این لیسانس نیه. یعنی بین این همه اسنادی که به دست شما دادم، یک لیسانس نبود؟ نه خیر. اصلا میفهمین چیه جناب استر جنرال سه؟ مشکل اینجیه که همین لیسانس بخی کمیاب شده. اصلا به بازار یافت نمیشه. ولی من به شما قول میدم به محضی که من همین لیسانس پیدا کردم، میارم به شما نشون میدم. شما بی زحمت همون شماره تماس خور بدین که هر وقت من لیسانس پیدا کردم به شما زنگ بزنم بیام به شما نشون. سلام علیکم جناب مدیر صاحب. مدیر صاحب یک نفر بیامده به شما کار داره.
که از کار ندار. نه مدیر سر، این نفر از مشتری ها شرکت مونه، از ما جنس خریدی بود. حالا بیاماده که خود شما گپ بزنه. خیلی باشه من میاد. نه مدیر سر، گل برو گلاب به صورت شما مدیر از شرکت تجارتی هست. شما نباید پیش مشتری بره، مشتری باید بیای پیش شما. خیلی بگو بیای. میگم مدیر سر، بیادبی معاف باشه. ایت خیلی بد نیه که یک پا شما برو میز باشه. گل برو گلاب به صورت شما مدیر از شرکت هست. یعنی میگی نباید یک پا برو میز باشه؟ نه دیگه. باشه. بیا. حالا خوب شد. حالا یک پا نیه. دو پا. نه مدیر سر، منظور می بود که کلا نباید پا شما برو میز بگذارین. دور از نزاکت اجتماعیه. نظافت اجتماعی دیگه چیه؟ نظافت اشتباهی نه مدیر صاحب، نظافت اجتماعی. اینه میگم این کار خیلی کار بدیه که شما به جلوی چهار نفر پاخو برو میز بگذارین. تو گفتی یک نفره، چهار نفر نیه. نه منظورم از چهار نفر یعنی هر کسی. خیلی پس من لنگاخو کجا بذارم؟ لنگاخو بذارم میز بگذارین مدیر صاحب. خو اگه همین میز به خاطر همین درست نکردن که آدم لنگاخو روی دراز کنه، پس به خاطر چیه؟ مدیر صاحب این میز به خاطر چیزای دیگه ایه. مثلا شما میتونین کامپیوتر رو بگذارین روی میز. من کامپیوتر یاد ندارم. خب حتما به خاطر کامپیوتر هم نیه مدیر صاحب. مثلا شما میشه روی میز نوشته کنین. نوشته آخر میتونین روی میز بکنین. خب من سواد ندارم، نوشتن هم یاد ندارم. خب اگه میگین من نوشته شما رو میکنم، شما بگین من مینویسم شما. تو سواد از کجا یاد بگرفتی؟ از دانشگاه یاد گرفتم مدیر صاحب. دوره. نه خب چیزه بگذاریم. حالا برم بگم که مشتری بیایه. همه تو اشپول کن بگو بیایه. اشپول کنم؟ نه خب چیزه مدیر صاحب، میرم صدا میکنم که بیایه. فقط شما اگه یک لطفی بکنه این پاخ از روی میز بردارین خیلی بهتره. پیاده بچه رو تو هم بخی مار امروز به عذاب کردی، به عذاب خداش. خوب شد. خوب شد، حالا میگم که بیایه. خوب شاگردای عزیز، بسیار خوش آمدین. مضمون این ساعت ما و شما ساینس. ما امروز در مضمون ساینس ما این ببینیم که آب در زندگی ما و شما مردم چقدر اهمیت داره و ما انسان ها از آب چی استفاده هایی میتونیم بکنیم. خب تو شاگرد عزیز، تو بگو که از آب چی استفاده میشه کرد؟ به نظر بعضی ها خیلی استفاده میشه کرد. میشه داخل کپسول گاز ریخت به جای گاز فرو، هر کیلو او 80 افغانی. اکسنت آفرین. یکی از اساسی ترین کاربردهای آب در کشور ما و شما اینه که میتونم به جای گاز بفروشم. شما یک بوتل 11 کیلوی گاز رو میخری 8.5 کیلوی آبه. پس یکی از روش های استفاده آب در کشور ما و شما اینه که میتونم به داخل گاز بریزم. نام خدا ماشاءالله. خب شما شاگرد عزیز، شما بگو که خداوند چرا آب رو خلق کرده و به چی درد ما میخوره؟ استاد استفاده دیگه هم که از آب ما میتونیم بکنیم اینه که ما میتونیم از آب شیر جور کنیم. من گفتم از او، نگفتم از گو. از او چی رقم میشه شیر جور کرد؟ کار نداره استاد، به نیم لیتر شیر 1.5 لیتر او گرد میکنیم، بعد اتومات میشه 2 لیتر شیر. خلاص. خوب آفرین آفرین. البته استاد یک کار دیگه هم ما میتونیم بکنیم، همین کار خدا میوه هم میتونیم بکنیم. مثلا شما یک توف میوه میندازین 3 لیتر آب، به جا آب میوه میفروشیم به مردم. آفرین آفرین، نام خدا به این همه هوش و استعداد، بسیار عالی. خب شما بگو به نظر شما دیگه چی استفاده میشه از آب کرد؟ استاد به نظر من با کمک آب میتونیم از کشته شدن در حملات اینتری و انفجاری جلوگیری کنیم. چی رقم میشه با استفاده از آب از کشته شدن در حملات انتحاری جلوگیری کرد؟ خیلی ساده استاد. مثلا شما میریم یک حوض پر از آب میبینیم، خور میندازیم داخلی و غرق میشه. بعد از اینکه غرق شدیم فوت میکنیم. بعد از اینکه فوت کردیم دیگه به دم انتحاری برابر نمیشه.
یعنی به همین هم شما میتونید با استفاده از او از کشش شدن در حملات اینتری جلوگیری کنید. بسیار عالی. واقعا اصلا متعلق به این موضوع فکر نکرده بودم. پس از این طریق مردم ما میتونم که به حملات اینتری برابر نشم. نام خدا به شما شاگردای با استعداد و زرنگ. یک سوال دیگه هم از شما میپرسم. به نظر شما اگر آب نمی بود چیکار میشد؟ استاد اگر آب نبود ما همه بیاب میشدیم. بیاب شدن هم دیگه خیلی خجالت آوره. بله درسته. اگر آب نمی بود بیاب میشدیم. خب دیگه اگر آب نمی بود تیل فروش و گاز فروش و شیر فروش ورشکسته میشدن. آفرین درسته. خب دیگه دیگه استاد اگر آب نباشه خب ما تشنه میشیم دیگه. چون وقتی آب نباشه ما تشنه شدیم مجبور میشیم چای بخوریم. آفرین آفرین درسته. راست میگه. اگر آب نمی بود ما و شما مجبور بودیم که یک سر چای بنوشیم. آفرین به این همه هوش و استعدادش. استاد اگر او نمی بود یک خطر دیگه هم داشت. بگو چی خطر؟ استاد اگر او نمی بود باز ما او بزیاد نمی گرفتیم. باز اگر داخل حوز یا داخل دریا می افتادیم غرق می شدیم. آفرین آفرین شباز. نام خدا هر یک از شما شاگردای عزیز برای خود یک پارچه دانشمنده. یعنی هر کدوم از شما دست دانشتین را از پشت بسته کدوم پای گالیله را از پیش. نام خدا بشه. نام خدا دیگه استاد این همه زحمت کشی شما و تیل فروش و گاز فروشه که نام خدا مایق در سطح علمی ما بالا رفته. من با شما افتخار میکنم. خب شاگردای عزیز این بود درس امروزی ما. بخیر باشید.